در ایام پیش رو یکی از رویدادهای فلکی که داریم و متاسفانه در این ماه بسیار خطرناکه قمر در عقرب پیش روی ماست. اگر میخواید که اتفاقاتی که در طول کلیپ براتون توضیح میدم براتون نیفته، حتما و حتما این کلیپ رو ببینید، برای دیگر علاقمندان هم بفرستید، اونهایی که براتون ارزشمند هستن، تا این مطلبی که یادتون میدم این رو انجام بدید. انشالله از این نحوستی که در این روزها هست با امید خدا دور بمانید. با من تا انتها به دقت همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاسی باشید، همراه با تندرستی. بارهای بار به شما عزیزان این رو تکرار کردم، اگر میخواید در زندگیتون نور و برکت الهی و انرژی پاک کائنات نقش مهمی رو بازی بکنه و از هر گونه مشکل و اینها در امان بمانید، یادتون نره یک مطلب مهم رو انجام بدید، اون هم این هست که به پدر مادر، به بزرگترهاتون احترام بگذارید، مخصوصا پدر و مادر که رب انسان هستند و در همه کتب آسمانی هم خداوند بعد از ستایش خودش نام اونها رو برده و بسیار 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 مهمه و بجز دین و آیین و هر مرام و مسلکی در فرهنگ کهن ما ایرانیان باستان این مطلب جای اصلی و اساسی داشته. عزیزان و گرامیان، همه شما مطمئنن، مخصوص عزیزانی که در این کانال هستند، از یک چیز با اطلاع هستن، اون هم مطلب قمر در عقرب هست. حالا من یه توضیح کوچکی میدم، به دلیل اینکه شاید عزیزی اینجا باشه و این برنامه به چشمش خورده و میخواد حالا این چیزی که گفتم رو انجام بده اما نمیداند قمر در عقرب چیست. حالا من توضیح بهتون میدم، این توضیح کوچک، بعد هم ختمش رو سریع بهتون میگم. نگاه بکنید عزیزان، ما کلن انسان ها بر روی کره زمین زندگی میکنیم، معمولا دوربرمون یک سری بر روی مدارات خاص، یک سری چه هستند؟ کواکب. البته سیارات هستند در اصل و این سیارات در گردشن بر اساس یک قرارداد کهن از پیش تعیین شده. هر کوکب یا هر سیاره کنونی بر ما نظری دارد و یک نظری به ما میکنه، یک انرژی به ما دارد و بر روی ما. و اما اثر وضعی و تداخلی خود کواکب با هم نیز بر ما اثر مستقیم دارد. حالا اینجا کلاس درس خصوصی نیست، من بخوام این رو کامل بهتون توضیح بدم، منتها دارم این رو بهتون میگم، این رو کامل بدونید تا یه حدودی که چه هست و اگر این اتفاق رو میشنوید در ذهنتون چه تداعی بشه. پس هم این کوکب، این کواکب، من حالا مثال بزنم، این دوتا ماژیک رو شما در نظر بگیرید، مثلا بر فرض مثال این یک کوکب هست، این هم یک کوکب، این هم چه هست؟ زمین هست. اینها وقتی که در اطراف همدیگه میگردن یا به روبرو همدیگه میرسند یا یک درجه به همدیگه دارند یا یک نظری بر همدیگه دارن، یک سری انرژی ها داد و ستد میشه و اتفاق میفته. این حالا یا به اصطلاح تداخل انرژی یا قفل انرژی به هر ترتیب، و یه اثری داره بر مایی که اینجا هستیم روی زمین. و یکی از مهمترین اتفاقاتی که هر ماه بر روی ما تأثیر مستقیم دارد اثری است به نام قمر در عقرب. این قمر در عقرب چه هست؟ قمر که مشخص، ماه رو بهش میگن چی عزیزان؟ قمر یا همون ماه. ماه در برج یا فلک عقرب. حالا فلک عقرب چی عزیزان؟ بر اساس یک به اصطلاح قرارداد از پیش تعیین شده، ما یک موجودیتی رو که خب همه عزیزان میدونن داریم به نام چی عزیزان؟ به نام عقرب یا حالا کژدم. این عقرب یا کژدم زمانی است که
به اصطلاح، حالا این برجش باز با فلکش فرق میکنه، معمولا برج آبان ماه، برج آبان ماه رو متعلق به برج به اصطلاح رب طالعش رو میگن مریخ هست و منصوبش میکنن به فلک عقرب. و شما تا همین حد بدونید براتون کافیست، زیاد نمیخوام وارد اون بحث نجومیش بشم. و حالا هر به اصطلاح قمر در هر یک ماه یک سال شمسی رو طی میکنه. شمس در 365 روز یک دایره البروج به اصطلاح کامل رو طی میکنه، ولی ماه نه، ماه معمولا در 28 روز این رو طی میکنه چون سرعت سرش بالاست. و معمولا در 30 و خورده ساعت، حالا این 30 و خورده ساعت بستگی داره، ممکنه به اصطلاح 32 ساعت بشه، 31 ساعت و نیم بشه، 33 ساعت بشه، اینا یه مقداری فرق میکنه. یک برج از بروج 12 ماه رو طی میکنه تا زمانی که میرسه به برج آبان ماه و رو در رویی با مریخ، به دلیل اینکه مریخ و ماه یا قمر با هم دشمنی یک طرفه دارند. حالا من در کلاس نجوم خصوصی رو باز برای عزیزانی که هستن بیشتر توضیح میدم چرا یک طرفه است، چه جوری هست، ذاتش چه هست، اینو من توضیح میدم. ولی به همین دلیل وقتی وارد برج آبان ماه میشه و در فلک عقرب و همچنین در برج عقرب واقع میشه، نظر چی دارن با هم؟ نظر کشمکش و نظر تداخلی با هم دارن، یعنی با هم دیگه وارد چی میشن؟ وارد یک گرداب انرژی که خطرناک میشن، چون دشمنی اتفاق میفته. حالا اینا عرض میکنم اینا یه سر قرارداد هاست و بر اساس همین در زمانی که این اتفاق میفته برای ما یک انرژی چی میشه اصطلاحا اتفاق میفته که ساطع میشه به سمت ما، این انرژی آزاد میشه و ما رو تحت تأثیر واقع میکنه. اون هم باز بستگی داره که هر انسانی چه نوع طالعی داشته باشه، رب طالعش چیست و و و بماند. حالا اگر این جریان، اگر این اتفاق در زمانی باشه که خورشید در بروج خاصی باشه، باز این اثر چی میشه عزیزان؟ اثر تشدید میشود، اثر تشدید میشود. حالا ما دو قمر در عقرب داریم که بسیار بسیار خطرناکه، یکیش به اصطلاح در همین برج، البته خطرناک در طول امسال داریم، ولی دو تاش یکیش زمانی است که خود هم برج آفتاب در عقرب باشه، یعنی در آبان باشه. نگاه بکنید، آفتاب در عقرب، قمر در عقرب، یعنی دو تا اتفاق در عقرب، و شمس و قمر هم به درجه اولا معمولا با هم دیگه دوست هستن و جفتشون وارد عقرب میشن. اما این برج به دلیل اینکه خورشید یا شمس در برج، یعنی رب برجی که در اینجا واقع هست میزان هست و رب برجش زهره با طبع باده و واردش میشه، شمس وارد در خانه زهره قرار میگیره با طبع باد، و از اون طرف قمر هم وارد چی میشه؟ برج عقرب میشه. به همین دلیل این اثر بادی که شمس در خانه زهره پیدا میکنه، و این باز زهره و قمر و به اصطلاح مریخ مقداری با هم دیگه باز اینها در درجات مختلف دوستی دشمنی دارن که جاش اینجا نیست، این دو حادثه و مخصوصا امسال هم سال ورود عطارد بوده و قمر در عقرب بعدی آبان ماه خطرناکترین قمر در عقرب است، شاید در طول سالها که عطارد هم وارد میشه و این آبان ماه بسیار اتفاقات بدی ممکنه در کل جهان بیفته و کاری با این ندارم. الان هم نزدیک قمر در عقرب هستیم، این ختم رو بهتون الان یاد میدم، دیگه نمیخوام زیاد بگم چه شده چی نشده و این اتفاقات، اینا به درد شما الان نمیخوره، ولی گفتم یه توضیح بدم که شاید عزیزان نجوم رو یه مقداری متوجه بشم. بسیار خب، قبل از این که برم سراغ خط و این ختم آسان رو
بهتون آموزش بدم که یه مقدار یه دیوار انرژی درست بکنید. اگر میبینید این کانال براتون کانال ارزشمندیه و لااقل دو تا کلمه ازش میتونید یاد بگیرید برای اینکه از ما حمایت بکنید و این کانالی که متاسفانه خیلی ها باش دشمنی میکنن به دلیل حقایقی که میگه در علوم غریبه و حالا میان دیسلایک میکنن، ریپورت میکنن، خدا میدونه چه اتفاقاتی میفته، برای حمایت از ما حتما عزیزان ابتدا دو یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید و حتما گزینه لایک رو بزنید. لایک های شما بسیار بسیار کمک میکنه به رشد این کانال در دسترس واقع شدن این کانال در دید دیگرانی که با علوم غریبه به اصطلاح خیلی علاقه دارن و میخوان یاد بگیرن. و همچنین عزیزان اگر سابسکرایب نکردید خوشحال میشیم عضو کانال ما بشید و بعد از زدن دکمه سابسکرایب عضو شدن این زنگوله رو عزیزان بزنید. این زنگوله بسیار مهمه و زمانی که این رو بزنید در اولین فرصتی که برنامه گذاشتیم خبردار میشید یا لایو باشه خبردار میشید. سپاسگزارم از همه عزیزانی که این کانال رو با گزینه های سوپر تانکس و گزینه جوین ساپورت مالی میکنن. سپاس از همه شما گرامیان. خب عزیزان برای این خط از همین یک شنبه یعنی فردا که یک شنبه هست چه کار میکنید؟ شما شروع مینمایید همزمان با اون. الان که خط رو میگیرید دیگه از فردا سعی بکنید حیوانی نخورید و تا روز فردا که میشه یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه، این سه روز رو این چیزی که میگم رو انجام بدید. میرید توی یک اتاقی که حالا شب اومدید خونه قبل از این که حالا بخوابید این خط رو میگم انجام بدید. یک مقداری آب با خودتون میبرید. حالا این آب رو چه کار میکنید؟ آب اگر مثلا داخلش هفت قطره گلاب هم بریزید بهتر است. این رو میرید داخلش و به اصطلاح اون چیزی که من میگم رو داخلش میخونید. مقداری هم اگر داشتید دانه اسپند و کندور با دود بفرمید، نداشتید هم مشکلی نیست عزیزان. شروع میکنید ابتدا مثل همیشه 14 صلوات مخصوص و 14 استغفار مخصوص. در برنامه های گذشته در مورد 14 صلوات مخصوص و استغفار مخصوص و بنده توضیح دادم. بعد این شروع میکنید 3 مرتبه سوره الملک میخوانید، 21 مرتبه آیت الکرسی میخوانید، 7 مرتبه معوذتین میخوانید و در آخر هم 1 مرتبه قاف میخوانید. همه اینا رو میدمید در این. بعد از این که اینا تموم شد و کارتون تموم شد عزیزان، چه همه رو با یه بسم الله بخونید چه تک تک بسم الله در هر کدوم تموم شد بخونید، اشکالی نداره، مهم نیست، فقط عمل رو انجام بدید. در این میدمید و آخر این دعایی که میگم رو 3 مرتبه میخونید. حتما روتون به سمت قبله پیروان ختم مرتبت باشه، یعنی به سمت جنوب شرقی کجا؟ ایران، و به سمت قبله. این مطلبی که میگم بخون. اصلا هم دین عادیتون مهم نیست که چه دینی داری چه آینی داری، اصلا این اجازه این بحث برای بنده است و بنده هم عرض کردم هیچ در این کانالش نمیگم شما کی هستید چی هستید اصلا مرام مسلکتون چه هست، اینا رو اینجا ما نداریم. بسیار خوب، اینا رو وقتی که خوندید این دعا رو میخونید: اللهم یا حافظ، یا حفیظ، یا وکیل، یا متین. اللهم به حق رحمتی که احفظ من جمیع آفات من السماوات والارضین ایاک نعبد و ایاک نستعین الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو بعد اینجا تا آخر آیت الکرسی میخوانید. تا آخر آیت الکرسی چیکار میکنید عزیزان؟ میخوانید. پس یادتون نره زمانی که اصطلاحاً این تا این قسمت خوندید اللهم یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین به حق رحمتی که احفظ من جمیع آفات من السماوات والارضین ایاک نعبد و ایاک
نستعین. حالا اینجا احفظ میتونید نام مادرتون هم بگید، این رو سه بار باید بخونید. حالا اون آب رو چی کار میکنید؟ آب رو میخورید، اگر بچه دارید در خونه به سر روش میمالید و در روز اول و در روز آخرتون تونستید غسل بکنید، نتونستید در روز آخر حتما غسل بکنید با اون آب، بجز اینکه میخورید به گوشه های خونه میپاشید، روی لباساتون میپاشید، روی صورت اعضا میزنید یا در بذارید بخوره، اگر اسم نگفتید. اگر اسم گفتید دیگه هیچی، اگر اسمم نگفتید هیچ اشکالی نداره، میتونید به همه بدید، ولی اسم گفتید فقط خودتون میتونید بخورید و غسل بکنید و نمیتونید به کسی بدید بخوره یا به صورتش بماله. ولی اسم نگید دیگه همه میتونن، حتما به گوشه های منزلتون، روی لباساتون اینا بپاشید و به اصطلاح یه مقدار از اون آب هم نگه دارید. صبح که بیدار شدید البغیشو به صورتتون بزنید، نیت حفظ و محافظت بکنید، برید انشالله از خونه بیرون، هم برای کار و زندگی و همه چیز، هم بسیار بسیار از نظر محافظتی بزرگی داره. هر شب همین رو میخونید و بسیار بسیار هم عالیه. روز آخر که تموم شد یه صدقه میذارید بیرون، یه زکاتی، یه کفاری، هرچی، فردا میدید به یک نیازمند. بسیار 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 مهمه، حتما انجام بدید انشالله. این برای کسانی هست که به اصطلاح حالا عزیزان نیروی محافظتی ندارند. حالا ما نیروی محافظتی داشته باشید خیلی راحت ترید، ولی حتما نیروی محافظتی ندارید یا عامل نیستید و اینها، حتما این عمل رو انجام بدید. برای دیگران هم حتما بفرستید اگر واقعا براتون مهم هستن. امیدوارم این برنامه براتون بسیار بسیار مفید باشه. صلاح دیدم که این برنامه در این لحظه بسازم و در اختیارتون قرار بدم و شما هم وظیفتون این هست از استفاده میکنید، برای دیگران هم شیر بکنید، قبل از عمل در قبل لاغل همه بتونن استفاده بکنن. در پناه دادار باشید، کانال رو حمایت بفرمایید انشالله. تا برنامه دیگر، لایو پرسش و پاسخ، آموزش دیگر، دادار پایدار یارو یاور شما.